جنگ بهترین تیمای ایرانی و عربستانی در جزیره مرگ. توی این ویدیو همه نقل و انتقالات تیمای ایرانی، نساجی، پرسپولیس و سپاهانو در کنار تمام نقل و انتقالات لیگ عربستان، الهلال، النصر و الاتحاد انجام دادیم. تیمای ایرانی و عربستانی که توی لیگ قهرمانان آسیا حریف هم دیگه شدن، به صورت رفت و برگشت به جنگ هم می‌پردازند. حالا به نظرتون تیمای ایرانی توی لیگ قهرمانان آسیا میتونن حریفای عربستانشون رو شکست بدن یا نه؟ پس گردونه رو میکرد کنیم. اولین تیم، تیمی نیست جز الهلال عربستان. عربستان کی؟ عربستان. در جزیره به سمت الهلال میرویم، فلش رو میچرخونیم و پایین سمت چپ میفته، یعنی سپاهان اصفهان. توی بازی رفت الهلال میزبان بود. نیمار و قهرمان سابق آسیا باید در مقابل نصف جهان قرار میگرفت. حالا بازی شروع میشه. آقای ساویچ و بقیه اساتید حضور دارن در این تیم و بعدی کار اینجاست که یاسین بونو شده دروازه‌بان الهلال. مالکوم توپ برگرفته، شماره 11 ارسال میکنه روی دروازه سپاهان. ها در میارن، ریواندش گلوخ چقدر زود خورد سپان. بازیکن جدید الهلال گل رو ثمر رسوند. رضا اسدی، رضا اسدی پشت همه مدافعی ارسال برای به وسط هر دوباره خطرناک داره میشه، از همون نقطه در میاره دروازه‌بان. ببین برسون به برسون کاوه پاسو بده کاوه. رضای دیره رید. ای خدا، در نقشه جهان مهدیخان حضور پیدا کنه، اونجا بیاد با شما ولاد بگیره، اونجا شما رو کوچ کنه، بگم چجوری زدمه بزنین، گل بزنین بهشون اگه اجازه بدن، چون گفتن اگه وی آر نداشته باشن شاید ما نذاریم. حالا نمیدونم ریدین دیگه 6 سال وی آر ندارین. وی آر سکوی استادیوم مداد دیگه جا نیست که بشینه. نیمار یه حرکت زیبا به سمت چپ میرسونه، اونجا نیمار اصلا کاری نمیکنه توی این بازی. ما نمیدونم چرا بهش پول دادین. حالا به وسط تر رامین رضایان از همسکنده. روبن نوز بابا خطا نکن الان نیمار زیر تیم میزنه تو گل. یا ابوالفضل نیمار جونیور پشت توپه، همه چیز به این کاشته بستگی داره. ووش سمت راست رامین رضایان توپ رو نگرد شو جلو تایم میرسونه. یا ابوالفضل فرشو دروازه شوت رو بزن، توی دروازه سپاهان گل میزنه. حالا نمبر 1 شماره 10 سپاهان فرشو دروازه‌داده. امیدوارم رفیقان اصلا پهلوان رضا چه کاری ازش انتظار بیشتری داره میره. یا ابوالفضل یه دونه دیگه بزن مساوی کن. نیمار جونیور سمت چپ دروازه دم میزنه، سانترش روی دروازه خطرناکن. وای یکی دیگه نخورینا نگرش دارید. دقیقه 89 بازی روبن نوز. وای ارسال بعد سپاهان در خانه حریف 2-1 میبازه. پس بدون تعطیلی میریم سراغ ورزشگاه نقش جهان. حالا بازی برگشت توی زمین سپاهان، حالا توی ورزشگاه نقش جهان اصفهان. سپاهان به خاطر حضور مهدی خان انگیزه گرفته بود. حالا به بازی برگشت میرسیم. سپاهان باید یکی گلی که اول خورده رو جبران میکنه تا بازی به تساوی بکشه، بعدن بره واسه برد. رضا شکاری به جلو تل میرسونه. کاوه رضایی تو پرمچنان نگر داشته به سمت چم. امید اون رفکن باید ارسال بکنه. خود امید یک تیک تاکای قشنگ اونجا بود. از آقای مورایس اجازه بگی من بیام تو رخکن، به خدا به خاک خون بکشه. اجازه هست من اومدم. هست من فقط یه شعار بلدم واسه سپاهان، اونم یه بار رفته بودم استادیوم زد اینا میگفتن. بابا بگیرین از اونا دیگه. خب دارین چی کار میکنین؟ سپاهان ساویچ با جلو چونه بگیرن. ساویچ خطرناکه تو چود زنی. شهران ایمال کم خطری تو دف کنین. واش تک به تک. ای دستم خورد. وای گل خورد سپاهان. میخواستم کمک چه کنم مثلث رو بگیرم بیارم جلو، گل نخوره رفت تو منیجر مود. حالا سپاهان توی نقش جهان یکی گل دیگه عقب میافته و باید دو تا گل دیگه بزنه تا بازی رو به تساوی بگیره، وگرنه باخته از جزیره حذف میشه. از جلوتر کاوه رضایی چریار مالو شوت قشنگش. خدا رضا اسدی بگیرش بابا، بگیرینش. شما نمیخواین اینا رو ببرین. فرشاد احمدزاده دوباره اونجا مقالو صاحب توپ شده، یه پاس عالی اگه رضا شکاری برسه. سپاهان از جلو داره پرس میکنه. کولیبالی باید همونجا توپ رو بگیره. سپاهان باری کلا دانشگر مقالو سمت چپ کاوه گیره دای شودش بازم در میاره. یاسین بونو فرشاد احمدزاده به سمت راست میارن. رامین رضایان ساندش کن دانشگر برگردون. خدا دوباره زکی پور ارسال مستقیمش، هنوز هم نتونسته سپاهان گلی به ثمر برسونه. کار خود رضایان بدیم بهش سانت کنه. حالا شوت و باز هم بونو تموم میشه و با نتیجه در نهایت 3-1 سپاهان اصفهان مغلوب الهلال و نیمار میشه. پس سپاهان اصفهان جزیره رو ترک میکنه و الهلال دومین قلمرو رو مال خود میکنه و ما دوباره میریم سراغ گردونه و گردونه رو میچرخونیم تا یک تیم ایرانی در بیاد و اون تیم کسی نیست جز نساجی.
مازندران. در جزیره به سمت نساجی مازندران میریم. فلش رو میچرخونه و سمت راست پایین میافته. اوه وای وای، یعنی النصر عربستان. بازی رفت توی زمین نساجی برگزار میشد. ای منون پدرتون بارونی بود، پدرتون رو در میآوردیم تو چه چیزمون. حالا نساجی امید شهر قصه باید مقابل رونالدو و یارانش قرار میگرفت. بله بازی شروع شد در زمین نساجی مازندران در مقابل کریستیانو رونالدو. شما اول پس توپر ازمون اول مانه میگیره از نساجی مازندران رفتم واسه گل اول روی ووگ رشید مدانی در میاره. سادیو مانه توپر همچنان نگر راشه شماره ده به اوتاویو میرسونه که به تازگی پیوسته به النصر عربستان. و همین الان که من دارم این ویدیو رکورد میکنم نیم ساعت پیش لاپورت از منسیتی پیوسته به این تیم و سریعا آوردمش تو. وای 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 بگیر رشید. یا اول فصل یا حضرت عباس برو کلو دفاع کیه؟ دفاع چیه؟ محمدزاده بوس بر اون کله، چقدر چه قشنگ دفاع می‌کنی. بارک الله پاس رو به جلوتر، نساجی مازندران داره دمله می‌زنه روی دروازه النصر. عباسی بدن خوبی اونجا داره می‌ذاره به سمت مارتینز. یه دونه نفر دیری می‌کنه به سمت راست می‌رسونه. اگه بازه وای 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 خدای 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 بزن شوتر عباسی. ارسال رو سر کریستیانو رونالدو. بوری کله دفاع رو تو نگاه کن. سادیو مانه بسیار خطرناک می‌تونه باشه. مارتینز وای 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 کریستیانو رونالدو. نه چرقه رونالدو مظاهری. منو تو رخ گن را بدن تیمو در میارم خدا شاهده. بعد واسه چه جوری قدریم قهرمان میکنیم آقا؟ بعد واسه چه جوری تونستش اف ای کاپ برنده بشه؟ همینطوری دیگه. وای 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 گفتم نگرش تو. تو وطنی و این کارا آقای رونالدو ها. مثال بلند رو سر بازی کنه. ما چه پاس زیبایی. آزادی اگه به توپ برسالیه. وای اوتاویو به رونالدو برسونه کار تموم. رونالدو انداخت جلو 100 درصد شوتا میزنه. اوک وای برو کلا دفاع نستوجی. سادیو مانه سادیو مانه نزن شوترو. گل زد رونالدو. دست به سام مادی تمام شدم. نستوجی در ورزشگاه وطنی با دو گل رونالدو بازی رو میبازه. میریم واسه بازی برگشت توی زمین النصر عربستان. برای بازی برگشت نستوجی به عربستان سفر میکنه. نستوجی با هوادارهای کمتر توی عربستان باید به بازی برگشت با النصر و رونالدو میرفت. اما این بار نستوجی مازندران همون اول کارش هجومی شروع کرده بود. وای 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 گل خورد دقیقه 3 نساجی. 3 هیچ شدش بازی به نفع نست. اصلا چه اولش سل زبر داره زدم میزنه روی دروازه این نساجی مازندران. یا علی برو توی پاش بگیرینش. مانه 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 بارکلا. سمت چپ رو راه میزنم بازیکن نساجی آریا برزگر. یا ابوالفز آریا برزگر توپو نگهدار داره. آریا بارکلا 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 ارسال قشنگ بزنین. یه دونه بزنین. آریا برزگر تو رو خدا آریا برزگر رو بعد راه مینداختی. آریا برزگر رو چرا یا بس فضا. آریا برزگر آریا برزگر توپ نگاش به عقب تر پاس میده. عبدالله زاده پشت همه میتونن گل بزنن. آریا برزگر سمت چپ و بعد راه بندازن. یک مقدار دیر راه انداختن. چقدر بد. بابایی پشت همه. بابا چی کار داری میکنی؟ برو تو گل یه دونه گل خواشن. یه دونه گل بارکلا. یه گل میزنن نساجی مازندران. حالا بازی در برگشت 1-1 شده. بوری کلا تگل زیبای فرشید اسماعیلی. بابایی دوباره خود فرشید بر ارسال بزنه. هیچ تام دیر ارسال کردی برزگر. النصر میره برای گل چهارم. ارسال رونالدو هدش تموم کار. و نساجی مازندران با اینکه بازی 1-1 شد ولی حذف شد. نساجی مازندران با جزیره خداحافظی میکنه و در آبهای خروشان غرق میشه. و از اون طرف النصر قلم روی خودش رو به دوتا افزایش میده و به پرسپولیس نزدیکتر میشه. ببین الان تنها ایرانی که باقی مونده توی جزیره پرسپولیسه. به نظرم اگر پرسپولیس میخواد قهرمان باشه باید شانس داشته باشه و شانسش هم اینه که توی این بازی بازی نکنه، توی این بازی و بازی بعدی بازی نکنه، بره فینال بازی بکنه. پس این بار هم گردن رو میچرخونیم به امید اینکه پرسپولیس در نیاد. وای 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 الهلال در میاد. در جزیره به سمت الهلال میرویم. فلش رو میچرخونیم. وای یعنی پرسپولیس تهران میافته. وضعیت بد شد. بازی رفت توی زمین الهلال بود. حالا پرسپولیس یعنی تنها بازمانده ایران باید مقابل کسی بازی میکرد که سپاهانو حذف کرده بود. حالا بعد این چرا میشه بعد الهلال همراه با نیمار و مالکوم و فلان و بیسال و کولیبالی و بیان سین بونو در مقابل پرسپولیس قرار میگیره. ببینیم تنها بازمانده ایران میتونه بالاخره یک نفر رو شکست بده. و اگه ببین الهلال رو شکست بده پرسپولیس قوقا به پا میکنه. نیمار تو پر گرفته میخواد ارسال بکنه روی دروازه پرسپولیس. چه میخواد بیاد آردو بزنه. ساویچ شوت زنه. بعد جلوشو بگیرن. وای بگیر ازش بگیر ازش
وای نیمار سریع یعنی نیمار میرسه پشت همه را میندازه اونجا بازی کنه نوک رو چه گولی میزنه به پرسپولیس دقیقا کسی که به سوان اولین گل رو زده بود دروازه پرسپولیس رو همون جوری بازی میکنه وای شاجی چه بدنی داره میذاره همه پرسپولیسی ها رو خورد اون وسط همه رو باره کلا سرلک که بحث های سر سربازیش به شدت زیاد بود حالا نیمار شوت بعدی کنال زدگان خرابش کرد و برای خود نیمار رفتن واسه گل بعدی ارسال یا شوت مالکم دروازه خالی گل زد بیرون خودم شوت هیچ نیمه اول یه دونه شوت هم نزدین شما بعد امیری وسط تر یاسین سلمانی و جلوتر میرسونه حالا اونجا میتونه شوتو بزنه چرا باز دادی محمد عمری وارد زمین شده بزن سانتر بکش بزن هدر رو پرسپولیس در خانه حریف یعنی الهلال بازی رو یک بر هیچ واگذار میکنه حالا توی بازی برگشت پرسپولیس میزبان بود هوادارای پرسپولیس آزادی یک جهنم سرخ درست کرده بودن که الهلال بعد از توش زنده بیرون میومد پرسپولیس همه اول کار بالا کشیده شهاب زاهدی حرکت قشنگش سمت چپ میرسونه نیمار جونیور حرکت قشنگی داره انجام میده بازیکن تکنیکی نیمار ارسالش و گل نخوردش به ایران من درش بیاری نه گل دوم رو مالکم به پرسپولیس میزنه و دو بر هیچ میشه بازی نیمار خودش رو ساب تو میشه یا نه خطرناکه گول سیبون چقدر بد دقیقه اینو زیر تصفوش محمده چقدر بد گول میخوره به ایران من وای چهار رومی هم میخوره پرسپولیس دقیقه 19 بازی چی داره بعد بازی میکنه پرسپولیس هم واقعا رو مخه عمری چپر گرفته وسط تر میرسونه شعب زاهدی دوباره به خود عمری یه دمده خوب میتونیم مشاهده بکنیم از تیم پرسپولیس یا نه تمام کار و پرسپولیس با نتیجه 4-0 به عنوان آخرین ایرانی از جزیره مرگ خداحافظی میکنه و الهلال قدم روی خودش رو به 3 عدد گسترش میده حالا فقط عربستانی همونن حالا به نظر شما کریم بنزما نیمار یا رونالدو النصر پس در جزیره به سمت رونالدو می رویم کلش رو می چرخونیم و چپ بالا می افته یعنی الهلال عربستان بازی رفت النصر میزبان بود النصر حالا رونالدو و یارانش که نساجی آورده بودن باید مقابل الهلالی بازی می کردن که دو ایرانی رو حذف کرده بود نیمار رو سمت چپ می رسونه الشهرانی ارسال روی دروازه در میاد مالکوم توپ رو گرفته ارسال بیرون پا سلمان الفرج یا بالفرج ساویچ شوتر رو میزنه بیرون در جام عرب که توی فینال رونالدو اینا بدون نیمار البته زده بودن الهلال کسی که یک بار یه کاری رو انجام میده دوباره میتونه دوباره ببرینشون دوباره نیمار توپ گرفته اونجا آردو میتونه بزنه ساویچ تک به تک ووچ نیمه اول 0-0 کبیری بود واسه خودش قشنگ ارسال میتونه رو دروازه انجام بشه شماره 2 الهلال داره خوب پیش میره ساویچ توپ رو میرسونه وسط تر یه چرخش کارو میتونه تمام بکنه خطا نیست یا بالفاس مالکوم یه شوت خطرناک ارسال به وسط تر شهرانی خالی جلوش بزن شوت رو نه نزن غلط کرد اوتاویو رفاسی ارسال روی دروازه سر تو به قشنگش ارسال رونالدو وای رفاسی تک به تک شوت رو میزنه در میاره برو کلا الکسیز رابنداز وای رونالدو تو حالا توی دروازه دقیقه 73 کریستیانو رونالدو سوپر میره به سمت راست میرسونه اوتاویو سمت چپ رو میبینه به وسطتر برسونه کار رو رونالدو تمام میکنه این احمق کیه وای همه چیز به این ضربه بستگی داره که گولو میزنه میتروویچ دقیقه 87 بازی الهلال برگشت و توی زمین خودی باخ نمیده توی زمین الهلال بازی یک بر یک میشه و همه چیز به بازی برگشت تو زمین النصر بستگی داره از اونجایی که مهدی اشتباه کرده بود بازی برگشت تو زمین الهلال بود کار رونالدو و یارانش توی زمین الهلال سخت‌تر بود نیمار جونیور صاحب توپ میتونه ارسال کنه روی دروازه ضربه سر نیمار جونیور صاحب توپ میچره واسه گل بعدی یا نه نیمار رو وسط تر میاره جایی که استاد شوت زنی از اونجاست مالکوم توپ رو نگار چه سری شوت های به چه نظرکشی میزنه روبن نوز ارسال قشنگ نیمار وو چه گولی زدن الهلال کامبک میزنه ما بود که یکیش باخته رو دو بر یک میکنه الهلال ببره زحمت کش ترین تیمه حالا به سادیو مانه وو واسه وسط تر میرسه سادیو مانه به عقب تر دوباره خود مانه خرابش میکنه یا نه رونالدو تو بر نگرد چه شوت ها بزن رونالدو مانه شده بزن دیگه خودو ارسال بودن رو سر رونالدو دوباره خود رونالدو شوت رونالدو بیرون سادیو مانه تو بر گرفته خود سادیو حرکت میکنه اوتاوی اگه خرابش نکنه میتونه به گل برسه النصر به وسط شوته بعدی گل خورد تیر خلاص زده میشه توسط الهلال و کار تمومه النصر همراه با کریستیانو رونالدو جلوی نیمار زانو میزه
میزنن و از جزیره مرگ حذف میشن و الهلال تبدیل به زحمت کشترین تیم جزیره میشه. دقت کردی کریم بنزما و تیمش تا الان یه دونه بازی هم نکردن؟ حالا فینال رقابت ها به صورت تک بازی الهلال و الاتحاد عربستان. حالا به نقطه پایانی جزیره رسیده بودیم، پس فقط یک نفر از این بازی زنده بیرون میاد. حالا بعد این شروع میشه کریم بنزما و انگولو کانته. بازی رو شروع میکنه انگولو کانته، کریم بنزما و حمدالله لهی که تا الان هیچ بازی نه با ایرانی کردن نه با عربستانی کردن، خیلی شانسی و سفیدواری اومدن فینال. آقا چی میشد شما هم میرفتی النصر؟ آقای بنزما سن نیمار هم میرفت النصر. ساویچ دوباره توپ رو گرفته از پشت محوطه جریمه، دو نفر دیگه میکنه به سمت راست میرسونه، ارسال میتونه خطرناک باشه روی دروازه الهلال، ارسال ضربه سر کثافت. حاج کریم بنزما که به تازگی به مکه مشرف شدن همراه با سادیو مانه و اساتید، حاجی شدن دوباره شما رو تبریک میگویم. یاسین مانه کثافت رو برمیبریم مکه، موهاشو بزنه. نیمار که نمیره آقا، نیمار مکه برو نیست، یعنی عشق حاله بره اونجا چیکار. یا ابل فز گل زد، این کثافت کیه خریدن اینا؟ کریم بنزما حمدالله تو برگرفته آچمز میشه، نمیدونه این کارو بکنه یا اون کارو بکنه، به سمت راست ارسال هم نمیتونن بکنن، نه ارسال رو سر حاج کریمه و بیرون. روبن نوزه وسطر میرسونه، دوباره همون بازی کنه که گل رو سمر رسونده بود، بسیار چقره گل بعدیو میخواد بزنه. به سمت راست میرسونه بازی کنه یه الهلال، دوباره وسطر یه دور شوت الشمرانی، دوباره وسطر دوباره شوت. وای وای ها کریم بنزما داره تک به تک میشه، کلی بولی اگه بذاره. وای کریم که رو باز عقب دادی، تو رو خدا بده کریم، تو رو خدا بده کریم بی پدر، ریدی 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 هیچ و تمام. الهلال فقط با یک گل میتروویچ قهرمان این رقابت های آسیا میشه و به عنوان زحمت کش ترین تیم جزیره رو مال خود میکنه. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید، شاید ویدیو لذت ببرید، لایک کنید، سابسکرایب کنید، تو فراموش حسین اینجا رو زیر این قسمت رو زیر نویس بزن. ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید. بعدان تا ویدیوهای بعدی.